نمایندگان پارلمان بریتانیا با اکثریت آرا به نوسازی ناوگان زیردریایی هسته‌ای این کشور موسوم به ترایدنت رأی دادند. هزینه نوسازی تا 54 میلیارد دلار برآورد می شود. یکی از نمایندگان حزب ملی اسکاتلند از ترزا می پرسید آیا خانم نخست وزیر شخصا آماده است تا دستور حمله هسته‌ای را صادر کند که قابلیت کشتن 100 هزار مرد و زن و کودک بیگناه را دارد؟ Yes. آره، و باید به شما مردان محترم عرض کنم که کل نکته نهفته در بازدارندگی هم همین است تا دشمنانمان بدانند که ما آماده استفاده از آن خواهیم بود. رهبر حزب کارگر جرمی کوربین از مخالفان نوسازی تسلیحات هسته‌ای بریتانیا بود. هر یک از 4 زیردریایی هسته‌ای بریتانیا قابلیت حمله تا 16 موشک اتمی بالستیک D5 ترایدنت را دارد. اغلب و حداقل یکی از این زیردریایی‌ها در حال گشتنی، دومی تحت نگهداری و سومی و چهارمی در حال انجام رزمایش هستند. همزمان دیروز در شهر گلاسکو اسکاتلند گروهی در اعتراض به طرح نوسازی زیردریایی‌های هسته‌ای بریتانیا تظاهرات کردند. زیردریایی‌های اتمی بریتانیا در آب‌های اسکاتلند مستقرند.